درود و سلام به همه بچه گل دوست داشتنی کانال، حالتون چطور؟ امیدوارم که حال دلتون مثل همیشه عالی باشه. من پیمان هستم و اینجا کانال حقایق شگفت انگیز. خیلی خیلی خوش اومدید. خب بریم سراغ ویدئوی امروز. بچه‌ها یک بخش بزرگی از تاریخ بدونین که انسان‌ها بتونن لحظات مهم اون رو ثبت و حفظش بکنن گذشته، اما همه چیز از وقتی که جوزف نیسفور نیپس اولین عکس دائمی رو تو سال 1826 ثبت کرد عوض شد. از این تاریخ به بعد انسان ها موفق شدن که لحظات و صحنه های خیلی عجیب و غریبی از تاریخ رو ثبت کنن که تو ویدئوی امروز قراره که چند تا از جالب تریناش رو بهتون معرفی کنم. پس تا آخر ویدیو با من باشید. یادتون نره که ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و حتما یه کامنت انگلیسی بذارید که ویو و لایکاتون نریزه. دمتون هم خیلی گرمه. بذارید بریم سراغ این ویدئوی جذاب. بدون شک همتون کشتی تایتانیک رو میشناسید، کشتی که تو صبح روز 15 آوریل سال 1912 دقیقاً 4 روز بعد از شروع شدن اولین سفرش تو اقیانوس اطلس شمالی با یک کوه یخی شناور برخورد کرد و غرق شد. حادثه‌ای که به یکی از بزرگترین فاجعه‌های دریایی تاریخ تبدیل شد. تو این حادثه وحشتناک 1500 نفر از 2224 نفر مسافر کشتی که توی آب افتاده بودن یا توی آب پریده بودن به خاطر سرما و هیپوترمی جون خودشون رو از دست دادن. این عکسی که الان دارید میبینید یکی از محدود عکسای به جا مونده از این اتفاق تلخه و در واقع آخرین قایق نجاتی رو نشون میده که کشتی تایتانیک رو ترک کرد. پرواز کردن یکی از بزرگترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده، رویایی که برای سالها ذهن انسان‌ها رو به خودش مشغول کرده بود تا اینکه نهایتاً توسط برادران رایت به واقعیت تبدیل شد. پرواز تاریخی برادران رایت تو سال 1903 یک نقطه عطف در طول تاریخ بشریت بوده و عکسی که الان میخوام بهتون نشون بدم این هواپیما و این پرواز تاریخی رو درست چند ثانیه بعد از بلند شدن از سطح زمین نشون میده. عکسی که این لحظه تاریخی رو برای همیشه تو یاد و خاطره انسان‌ها به ثبت رسوند. بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی تو سال 1945 یکی از وحشتناکترین اتفاقات در طول تاریخ بشریت بود که باعث کشته شدن هزاران هزار نفر شد. در واقع 220 هزار نفر به خاطر این بمباران اتمی جون خودشون رو از دست دادن که بیشتر اونا غیر نظامی هم بودن. عکس و فیلم زیادی از لحظه وقوع این اتفاق وحشتناک وجود نداره، اما عکسی که الان دارید میبینید یک عکس فوق‌العاده ترسناک از لحظه انفجار بمب اتمی تو شهر ناکازاکی تو 9 اوت سال 1945 رو به نمایش میگذاره. عکسی که چند دقیقه بعد از گرفته شدنش هزاران نفر جون خودشون رو از دست دادن. خدای بچه‌ها یک لحظه خودتون رو بذارید جای عکاس این صحنه یا اون چند نفری که توی عکس دارن مات و مبهوت به این انفجار عجیب و غریب نگاه میکنن که هیچی راجبش نمیدونن و حتی نمیدونن که قراره چه اتفاق وحشتناکی براشون بیفته. به نظر من این عکس یکی از ترسناکترین و وحشتناکترین عکس‌های تاریخی دنیاست که واقعا من تا حالا همچین چیزی رو تو زندگیم ندیدم. یکی دیگه از بزرگترین اتفاقات تاریخ بشریت سفر و فرود اولین انسان‌ها روی کره ماه بود. نیل آرمسترانگ و باز آلدرین تو 20 ژوئیه سال 1969 به عنوان اولین انسان‌ها روی کره ماه قدم زدن. عکس‌ها و فیلم‌های زیادی از این اتفاق تاریخی بزرگ وجود نداره، اما عکسی که الان دارید می‌بینید آرمسترانگ رو درست بعد از تاریخ سازی و قدم زدن روی کره ماه نشون میده. بچه ها به نظرم این عکس بی‌نظیره، چون کل داستان این موفقیت بزرگ رو میشه از خوشحالی که تو صورت آرمسترانگ هست به وضوح ببینیم و این واقعا با ارزشه. این عکسی که الان دارید میبینید یکی از مهمترین و بزرگترین رویدادهای تاریخی رو به نمایش میذاره. البته منظره عکس اصلا مهم نیست و چیزی که مهمه خود عکسه. اولین عکس دائمی ثبت شده در طول تاریخ که تو سال 1826 یا 1827 توسط جوزف نیسفور نیپس ثبت شد. این عکس که به اسم استبل و کبوترخونه مشهور شده به روش طرح‌نگار نوری گرفته شده. در واقع جوزف این تصویر رو که به مدت 8 ساعت نوردهی شده بود با استفاده از دوربین تاریک خونه‌ای ثبت کرد و جالب اینو بدونید که مجله معروف لایف این عکس رو جزو 100 عکسی که تاریخ جهان رو تغییر داده انتخاب کرده. شاید اینو خیلی زیاد شنیده باشید که تاریخ رو فاتحان می‌نویسن. این موضوع حداقل در مورد نیکولا تسلا به شدت
درسته، دانشمند و نابغه‌ای که به شکل عجیب و غریبی در طول تاریخ نادیده گرفته شد. جالب اینو بدونید که برای سالهای سال تو کتابهای علمی مختلف جریان الکتریسیته و برق رو فقط به یک اسم، یعنی توماس ادیسون نسبت دادن و نقش حیاتی نیکولا تسلا توی این کشف بزرگ و اختراع بزرگ همیشه به شکل عجیب و غریبی نادیده گرفته شده. اما در حال حاضر دیگه برای همه مشخصه که نیکولا تسلا چه دانشمند و چه نابغه بزرگی بوده و عکسی که الان دارید میبینید نیکولا تسلا رو کنار سیمپیچ معروف خودش که برای انتقال بیسیم انرژی الکتریکی ساخته بود تو سال 1899 نشون میده. 11 سپتامبر سال 2001 یکی از بزرگترین حمله های تروریستی تاریخ توسط گروه تروریستی القاعده و به رهبری اسامه بن لادن توی شهر نیویورک اتفاق افتاد. توی این حمله تروریستی 19 نفر از عناصر القاعده 4 تا هواپیمای تجاری و مسافربری رو دزدیدن که 2 تا از این هواپیماها رو تو فاصله های زمانی مختلف به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک کوبیدن. همه مسافرای این 2 تا هواپیما و تعداد خیلی زیادی از کسایی که توی این برج ها زندگی میکردن کشته شدن و 2 ساعت بعد از این اتفاق هر 2 تا برج به صورت کامل نابود شد و خسارت های خیلی خیلی زیادی رو به بار آورد. جورج بوش وقتی که این حمله تروریستی اتفاق افتاد برای بازدید از یک کلاس به فلوریدا رفته بود و این عکسی که الان دارید میبینید لحظه باخبر شدن جورج بوش از حملات 11 سپتامبر رو ثبت کرده و به نمایش گذاشته و میتونید به وضوح این شوکه شدن جورج بوش از این خبر عجیب و غریب و وحشتناک رو توی عکس ببینید. مسیحیت فرقای مختلفی داره مثل پروتستان و کاتولیک که با هم دیگه متفاوتن. تفاوتی که تو قرن‌های گذشته نسبت به امروز خیلی خیلی بیشتر به چشم می اومده، یا بهتر بگم که خیلی بیشتر جدی گرفته می شده. مثلا یک مسیحی کاتولیک رو هیچ وقت تو گورستان مسیحی‌های پروتستان دفن نمی کردن. این عکسی که الان دارید میبینید به نظرم یکی از زیباترین و بی‌نظیرترین عکس‌های تاریخی دنیاست. عکسی که ثابت میکنه قدرت عشق و علاقه خیلی خیلی بیشتر و خیلی بزرگتر از دین و اعتقاداتیه که این زن کاتولیک رو از شوهر پروتستانش جدا کرده. امیدوارم که از این ویدیو کلی لذت برده باشید و اگه از این ویدیو خوشتون اومده و دوست دارید که بیشتر از این سبک ویدیو درست بکنم حتما حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. و در آخر میخوام یک ویدیو بهتون پیشنهاد بکنم که توی این ویدیو یک سری عکس ها و راز های پشت این عکس ها رو براتون توضیح دادم. اگه دوست داشتید روی این ویدیو هم کلیک کنید تا آخرش رو ببینید. دمتون هم خیلی گرمه، بدونید که خیلی خیلی زیاد دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مخلصم، خدا نگهدارتون.